سلام و عرض ادب چطورین؟ علی درویشی هستم و اینجا هرمان گرافی که خوش اومدیم به قسمت 11 هم از مجموعه بررسی ها همونطور که مشاهده میکنین کاور رو تغییر دادیم اگه برین کاور ها یا تامنیل های ده قسمت قبل رو ببینین متوجه میشین که توی سبک خاصی طراحی شده ده قسمت بعدی هم قراره که این حالت بیلیت هاپیما رو داشته باشیم که تصاویر و مبدا و مقصد و رنگ تغییر میکنه چرا ما داریم؟ هر ده قسمت این کاورها رو تغییر میدیم سبکش رو تغییر میدیم برای اینکه یه تنوعی بدیم یه نواخت نباشه براتون هی بیایم ببینین همون داره تکرار میشه حالا چرا هر ده قسمت ده قسمت کاورا یه تم خاصی داره برای اینکه شما راحت تر ویدیوها رو پیدا کنید امیدوارم که این تامنیل جدید دوست داشته دو باشید قبل از اینکه بریم قسمت 11 رو شروع کنیم ازتون میخوام که برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنین بچا لایک شما خیلی روی کانال ما تاثیر میذاره خیلی روی ویدیو تاثیر میذاره روی اینکه بیشتر دیده بشه و هرچی این ویدیوها بیشتر دیده بشه انگیزه ما برای تولید محتوا بیشتر میشه پس لطفا ویدیو رو لایک کنین اگه چیزی از ویدیوهای ما یاد میگیرین خوشحال میشم که نظرتون رو برامون کامنت کنین و این حمایت های شما باعث میشه که ما بتونیم بهتر تولید محتوا کنیم ویدیوهای بیشتر موضوعات بیشتری رو پوشش بدیم و حسابی یوتیوب رو بهتر کنیم بریم سراغ قسمت این قسمت رو با یه بروشور شروع کنیم یه بروشور سلتی که با این لتش کار داریم به نظر شما مشکل این لت کجاست آفرین تو این قسمت اینا یه سری خاصیت برای این محصول حالا چجوری لیست شده چهار تا بیشتر نیست ببینید چند خط شده مثلا اینجا رو نگاه کنین کننده اومده تو خط پای خب این اشتباهه ما همیشه به بچه‌ها تو دوره اون میگیم بچه‌های دوره اینو میدونن اگه بخوان یه سری مورد ها رو بنویسن یه سری ویژگی ها خاصیت ها یا حال هر مورد دیگه ای. مثلا چند تا باید یه کاری کنن این موردها دیده بشه یکی از کارها اینه که پشت این موردها میان اینجوری خط تیره دایره مربع مثلث ستاره یه چیزی میذارن که جلب توجه کنه و تعدادش مشخص باشه یا حتی شماره یک دو سه چار. اینجا این کارو کرده ولی این که فضا نداشته و اومده اینا رو دو خطی کرده کارو خراب کرد. کرده شلوغ کرده خیلی پیدا نیست اصلا چیه این چرا باید یک کلمه تو یه خط باشه حالا بیایم بررسی کنیم ببینیم, ببینیم چرا این اتفاقا میفته نه فقط تو این طراحی نه فقط تو بروشور خیلی جا این اتفاق میفته و این برمیگرده به ذهنیت اشتباهی که اون طراح داره الان مثال میزنم کاملا متوجه میشه چی میگم ذهنیت اشتباهی یعنی چی یه طراحی میبینه که اکثر کارت ویزیت ها افقیه هر جمله کارت افقی تو اینستاگرام این ای ور, اون ور و این ممکن ناخودآگاه تاثیر بذاره رو ذهن این که سعی کنه همیشه کارت ویزیتش افقی طراحی کنه یه آرت برد افقی باز میکنه شروع میکنه به کردن در صورت که ما اینو میدونیم قبلا هم شما بارها تو قسمت قبلی بررسی دیدین که نسبت به فضا و محدودیت هایی که هست شما میتونی تغییر بدی طراحی تو کارت ویزیت میتونه عمودی طراحی بشه و اصلا عمودی شه بهتر اصولی تره چون ذهنیت اشتباهه میاد تلاش میکنه پوست خودشو میکنه که حتما افقی طراحی کنه حالا اینجا همینه ببینی همه چیز تو دیگه نوشته به این صورته راست به چپ اینجا هم فضا نداشتیم اومده راست به چپ نوشته نمیتونسته از این کوچیک‌تر کنه فونتو این برا سر طراحی اومد حالا یکی میاد میگه خب چه کاری چرا اصلا این نوار رو اینجا گذاشته و نوشته و اینو بیاد برداره بیاد فضا آزاد کنه که این و این وری نوشته بشه خب چرا داری اینجوری فکر میکنی که کار خودتو سخت کنی و کل چیدمان اینجا رو به هم بزنی حالا شما این چیدمان جذاب و اینجا انجام دادی این نوار اومده نوشته اومده یه ای شعار اینجا یه ای محصول اینجا چیدمان رو حالیه این درسته شما چرا نمیایید با این مشکلت مواجه بشی و حالا فکر کنی که چجوری میتونی حلش کنی و بیای کل چیز رو عوض کنی که حالا این جا بشه همه چی خوبه برای اینکه اینو بهترش کنی کافیه که اینو بچرخونی چرخونی نوشته ها از بالا به پایین بیاد چهار مورد و اینجا جا نداری تو ارتفاق جا داری این وری بنویس چرا نمی چرا این اتفاق میفته برای همون ذهنیت است من همه این نوشته این وری حالا تو این مثلا اینم این, این وری بیام اینو این وری بنویسم میخوام بگن وای چه اشتباهی انجام دادی چقدر این دیزاین غیر اصولیه چقدر تو طراح نوبی هستی ببینید اینکه شما میای خودتو محدود میکنید به یه سری از این چیزای مدلی چه اتفاقی میفته خلاقیت و نوآوریت به فنا میره شما همیشه اینو بارها از من شنید بچهای دورمون اینو هزار بار هم, هم میشنوند اینجا با این مشکل مواجه شدی به جای اینکه همه چیزو به هم بزنی که اینا رو جا بدی اینجا اینو به چرخون چهار تا مورد و اینجوری بنویس خب این چیه این بروشوره اوکی بیلبورد خیلی عظیم نیست که شما نتونین اینو به چرخونی تو دستت وزنشم که هزار تن نیست یه بروشور مگه چقدر وزن داره شخص اینو برداشته میرسه به این صفحه اینو یه ذره به چرخونه چه اتفاقی میفته چهار تا مورد بیشتر نیست میخواد بخونه دیگه پس تغییرش میدیم میرسیم به این چند بار قبل و بعد میکنم ببین چه فرقی کرده این کجا و آن کجا خیلی بین اینا فرقه اینجا خیلی سریع من این چهار مورد رو میخونم و نسبت به فضایی که داریم دیزاین اصولی یعنی این و یه بروشور هیچ ایرادی نداره که این اینوری نوشته باشه و کسی که میاد مخالفت میکنه با این موضوع میگه اصلا این اصلا حرفه ای نیست و اصلا اصولی نیست مشخصه که این سه ای چیزا رو حفظ کرده و تو همون چارچوب مونده محدود شده به همون چیزا اگه شما نتونی از این محدودیت خارج بشی پس نوآوری و خلاقیت و اینا چی بریم سراغ اون ور این بروشور شاید در نگاه اول شما متوجه چیزی نشی مشکلات کجاست یک به ابتدا و انتهای متن دقت کنید این پاراگراف اینجا تراز اینجا اینجوری یا این وریا. به فاصله این کلمات تو این جمله دقت کنید تو جملات اینا هر کدوم یه موضوعی عنوان داره خب فاصله عنوان تا متن رو ببین ببین ما متنمون این خطا رو یه فاصله از هم داره اوکی عنوان شما که دیگه نباید همین فاصله رو داشته باشه این یه ذره باید فاصله بگیری که یکم باید جدا شه الان بر اینکه شما میای بولد ترش میکنی اون وان رو یه فاصله هم بده نه چسبونید به متنتون همین چیزای کوچیکه که دیزاین شما رو با کیفیت میکنه و فرق ایجاد میکنه بین شما و بقیه طراحا توجه شما به جزئیاتی که شما رو متمایز میکنه دیگه همیشه این چیزای کوچیک رو رعایت کنیم به ظاهر کوچیک ولی تاثیرش خیلی زیاده قبل و بعد ولی اینجا رو ببین ببینید چقدر تغییر کرده همه چی مرتب منظم حالا اینجا رو ببینین اول فاصله اینا رو ببین عنوان جدا شده اینا همه با هم همبان شده ببینید و فاصله این کلمات اومده با کشیدگی جمع شده این خیلی روی انسجام متن شما و خانایش تاثیر میذاره اینجا اصلا حس بدی به دست میده وقتی نگاش میکنی چیه این فاصله ها؟ اینجا رو نگاه این کجا و آن کجا امیدوارم که از دیدن قسمت 11ام لذت برده باشین، کلی چیز یاد گرفته باشین، لایک فراموش نشه، خوشحال میشم که نظرتو برام کامنت کنی. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.